しい羽のエサドやその種のほうかほうかかさるとはほうけほうけとあたれまさかろうぼうしい羽のエサドやその種のほうかほうかかさるとはほうけほうけとあたれまبرگشتیم، امیدوارم که همتون خوب و خوش و خرم باشید. صدای ما نمیاد، حالا بهتر شد، اینم بستیم الحمدلله. بله، ما امروز از محلی که ما معمولا روزای شنبه خدمت بقیه شنوندگان محترممون میرسیم داریم خدمت شما میاییم. این دفعه با همه صدا داریم، همه سیما داریم و یک مقدار کارهای جدید رو داریم آزمایش میکنیم که بلکه بتونیم بهتر کارامون رو انجام بدیم. امروز برنامه ما البته خب میدید دو ساعته، این روز یک ساعت قبلی بودش که شنوندگان محترمون هم حضور داشتن و صدایی که اینجا داشت پخش میشد مثل این که درست پخش نمیشده یا چی بوده نمیدونم. و بله نه درست بوده. هفته ای که گذشت بالاخره دولت امریکا و سنا، سناتورهایی که در امریکا هستن، تونستن جلوی این رأی رو که قرار بود برخلاف خواسته های دولت آقای اوباما که با ایران توافقی انجام دادن، صحبتی کردن، رد و بدل شده چیزهایی، بالاخره جلوی اون رو گرفتن. ولی جمهوری خواه ها میگن این آخر کار نیست و ما بیشتر و بیشتر در این باره چیز خواهیم کرد، صحبت خواهند کرد و گزارش هایی خواهند خواست. و در ضمن صحبت هایی هم شده که بین امریکا و سازمان کنترل انرژی اتمی هست که اونها صحبتایی که کردن یه مقدار در خفا بوده. لبچم این بوده که هر دفعه که این صحبت ها شده یه جوری این صحبت ها درس پیدا کرده و اینا دانشمندهای ما رو که کارهای خیلی خیلی پیشرفته رو داشتن انجام میدادن اینها رو پشتن و از میون بردن و این درست نبوده. و امیدواریم که این دفعه باز دوباره این چیزا تکرار نشه. ولی خب مردم ایران در چرخش هستن، یعنی کار روزانشون رو انجام میدن، حالا چه توافق چه غیر توافق، همه چرخ مملکت رو دارن میچرخونن، چه در زمان تحریم بوده چه در زمانی که حالا میگن تحریم نیست، دارن کاراشون رو انجام میدن. و آه.
فرقی به حال مردم نکرده، فقط بزک نمیر بهار میاد، کمپوز و خیار میاد و مثل که خیلی با صداهای قشنگ دارن میخونن، حالا چه آقای روحانی باشه چه آقای ظریف باشه، چه اونهایی که پشت پرده آقای روحانی و ظریف رو تربیت کردن و دارن از کارهای اینها دارن استفاده میکنن. در مقابل این گروه، گروه دیگه ای هستن که واقعا انقلابیونی هستن که هم از جان و مال خود دادن و انقلاب رو ایجاد کردن و اون حالت استقلالی رو که به دست آوردن که از لحاظ سیاست‌های خارجیشون باشه، سیاست‌های داخلیشون باشه، امور مالیشون باشه، اینها تمام استقلال‌هایی هست که به این سادگی گیر نمیاد، چون اونهایی که دوست دارن که تمام مردم دنیا رو اسیر خودشون بکنن حاضر نیستن که کسی این وسط در بیاد و بگه که ما خودمون برای خودمون تصمیم خواهیم گرفت و این کار خواهیم کرد و اون کار خواهیم کرد. نه تنها اون، در ضمن بگن که بله ما دوست نداریم کسی بیاره یه جایی رو خراب بکنه بعد بیاد که بگه خب پول بدید ما اینجا رو درست کنیم، و اولا حق ندارید بیاید یه جایی رو خراب بکنید، خرابم که کردید پولشو برای ساختن بدید ما خودمون میسازیم، شما اینجا چیز ندارید، اینجا جای شما نیست، از اون ور دنیا بلند شید و بیایید اینجا. و خب اونایی هم که تو کار هستید، اونایی هم که میدونید معمولا تو اینطور رد و بدل شدن های قراردادهایی که امضا میکنن، قراردادهایی که میدارن و میبرن، معمولا یک ذره خورده نونی که امکان داره از لای انگشتاشون بریزه پایین میدن به آن افراد محلی و این لقمه های چرب و خود اونهایی که این طرها رو میزن و این فشارها رو میارن رو مردم دنیا، اونها از این استفاده میکنن. و ما بارها گفتیم که ما از هیچ نوع سیستمی که فشار روی مردم میذاره، حقشون رو ضایع میکنه، از کاری که اینا انجام دادن بهشون بهره اونها رو نمیده، و این کسی که این کار رو داره انجام میده، اون کسی که داره چرخ رو داره میچرخونه، از فراورده این چرخ باید یه جوری بتونه استفاده کنه که در بعضی از ممالک یا در بعضی از سیستم ها این یه دلاری که در میاد از یه کار ممکنه 17 سنتش به اون کسی که واقعا این کار رو کرده، یه واقعا این فراورده رو درست کرد و زحمت کشیده میرسه. بقیهش به دلال های این وسطی ها هستش که یکی 10% برای این میگیره، یکی 5% برای اون میگیره، یکی 20% از اینجا میگیره، یکی تولید کننده است، یکی پخش کننده است، یکی توزیع کننده است، یکی این وره یکی اون وره، که بالاخره به اونی که این کار رو کرده انقدر کم میدن که اون بقیه خدا هیچ وقت جایی نداره که رو پای خودش بیسته، باز دوباره مجبوره که بیاد این چرخ رو بچرخونه، باز اونی که صاحب چرخه خیلی قوی تر بشه و خیلی بیشتر گیرش بیاد. این چند وقت گذشتم هفته پیش بود که بالاخره این کودکی که در دریا غرق شده بود، مادرش غرق شده بود، خواهرش و برادرش همه غرق شده بود، این کودک کوچولو هم غرق شده بود، موج ها این کودک رو به ساحل آورد و این جنازه کوچولوی این بچه با یک حالتی که اصلا واقعا اونایی که دیدید نگاه بکنید در مغزتون باید حک بشه، این در مغزتون باید ثبت بشه که این کودک به چه وضعی روی این ساحل جان سپرده بود. البته بیرون جان سپرده بود، اینو شسته بود، آب آورده بود به طرف ساحل، و این خیلی خیلی پرمعنی بود. بعد دیگه این جنایتکارهای غرب دیگه دیدن آبروشون رفته دیگه، تا کی این بدبختا رو توی کامیون بذارن خفه بشن و بمیرن یا تو دریا غرق بشن و از بین برن، تا کی بتونن این کارا رو بکنن؟ بالاخره به اینجا رسیدن که بله حالا ما اجازه میدیم که بیان. یه جایی هست به نام مجارستان یا هنگری هم میگن، فکر میکنم مجارستان همون هنگری باشه، که رؤسایی داره، افرادی داره که اونجا اینا دارن میگن که نه خیر ما اجازه نمیدیم که کسی
از مرزهای ما رد بشه، مخصوصا اینا که مسلمونن و مسلمون دوست نداریم، اینا همون افراد هستن و اینطور هستن و اونطور هستن. بالاخره آبروی اونها رفت در تمام دنیا که اینهایی که دم از حقوق بشر میزنن از بشریت کوچکترین بویی نبردن. و در این میون سریع آقای کامران یا داوود کامران که در انگلیس نخست وزیر هستند، ایشون اومدن گفتن که بله، انگلیس قرار 20 هزار نفر از این افراد رو قبول بکنه. خب شما وقتی یه همچیزی رو میشنوید، خب میگید باریکلا اقلا 20 هزار تا این انگلیس ها برداشتن، بعد روز بعدش میگن که بله 20 هزار نفر در 5 سال، یعنی 4 هزار نفر هر سال که میشه 20 هزار تا در 5 سال. بعدم ایشون میگه بله در مدت زمانی که ایشون گفتن که در پست نخست وزیری هستن این کار رو ادامه خواهند. حالا اومدیم سال دیگه ایشون رو بیرون کردن، تکلیف بقیه چی میشه؟ خوب گوش کنید چه خبر داره میشه، خوب گوش کنید چه خبر داره میشه. از یه طرف اتحادیه اروپا تبل داره میزنه، سینه‌ش رو محکم میزنه، اینطوری مثل اون تارزان چیز میکنه که بله ما متحد هستیم و با یک صدا داریم صحبت میکنیم. خب اگر شما با یک صدا صحبت میکنید، وحشی ترین مردم دنیایید، از شما وحشی تر وجود نداره. این بچه های کوچیک و اون زن و مرد و هر کسی که هستن گرسنه و تشنه، تا جایی که اینا پا برهنه یا پای پیاده را افتادن تو به طرف مرز حرکت کردن، که بعد دیدید بله آبروی شما اروپای متمدن، کجاش متمدن اروپا؟ اروپا تمدن نداره بابا، اروپا تمدن نداره. اینا همون افرادی هستن که در قرن تاریک ظلمت زندگی میکردن، تا اینکه چیزهایی رو که در دنیای اسلام داشت ایجاد میشد یاد گرفتن، صابون فهمیدن چی هست، که خودشون رو بشورن تمیز کنن. بعد به اینجا رسید که بله رئیس اتحادیه اروپا خیلی صحبت میکنه که بله ما خیلی متحد هستیم و بشر دوست هستیم و فلانی حرفا، بعد از زیر دهنش در رفت که بله ما در اروپا به علت اینکه جمعیتمون کمه احتیاج به کارگر داریم. خیلی جالبه که این بی شرم بی حیا بگه که بله ما کارگر لازم داریم، بقیه شو نگفت، گفت برای خاطر اینکه کارگر لازم داریم که کارگر بیاد اینجا، باید خونه هاشون رو آتیش بزنیم که تا اینا بتونن راه بیفتن بیان اینجا. اگه خونه داره، مگه یکی دیوونه است مرکز خودشو ول کنه بلنشه بیاد یه جای دیگه؟ اونایی که اومدید تحت این شرایط ازتون بپرسن یه لقمه نون، همه جای دنیا گیرتون میاد یه لقمه نون، ولی خاری و خفت و بی خانمانی و ریشه کندن از جایی که بودید بیاید یه جایی که اصلا قبولتون ندارن، به عنوان وحشی به شما نگاه میکنن، نه به اون عنوان انسان. میان در مملکت شما حمله میکنن، مملکتتون رو بی صاحب میکنن، همونطور که افغانستان رو کردن، همونطور که عراق رو کردن، همونطور که لیبی رو کردن، همونطور که مصر رو کردن، همونطور که سوریه رو کردن، بی صاحب بکنن. خب بس مردم چی کار کنن؟ میگه بابا من نمیخواستم بیام، نشستم اینجا تو خونم، بمب میاد تو سرم خراب میشه، نه من این طرفی هستم نه اون طرفی هستم، جونم رو برداشتم دارم میام بیرون. با دونستن این که ممکنه جونم این وسط از بین بره. خب اتحادیه اروپا، شما غلط کردید اومدید یه در آوردید هفتیر و تفنگ به دستشون دادید، یا آمریکا، شما هم همینطور. چطور امکان داره که در حال حاضر اگر یه عده‌ای بیاد در همین مملکت بین دو تا ایالت اختلاف بندازن، اینا شروع کنن به هم دیگه جنگ و دعوا کردن، بعد بفرستن افرادی که تو این ایالت ها هستن بیاد یکیش مثلا تو ویرجینیا، یکیش بره تو کنتاکی، یکیش بره یه جای دیگه، بعد اینا شروع کنن به تهدید مردم و
بمب گذاشتن توی ایستگاه راه آهن یا توی ایستگاه اتوبوس یا توی قطار یا هر چی هست و بلبشوم ایجاد کنن، چطور امکان داره شما این کارا رو جای دیگه دارید میکنید؟ چرا دارید میکنید؟ چه حقی دارید این کارا رو دارید میکنید؟ مگه اون مردم اونجا به شما چیکار کردن که اینطور دارید این فجایع رو به سر اینها دارید میارید؟ خجالت که در فولکلور شما نیست، خجالت اصلا نمیفهمید یعنی چی، حیا شرم اصلا نمیدونی اینا معنیش چی هست، عفت ناموس اصلا نمیدونی اینا یعنی چی. بعد میایید آتیش میزنید خونه این مردم و یه دم میارید اونجا میگین اینا از خودشونن، بعد میگین اینا خودشون مسلمونن که مسلمان رو دارن میکشن، ما که نمیکشیم. ما چی هست؟ هیچ کدوم از ما پوتینمون رو زمین اونجا نذاشتیم، ما قشون پیاده نکردیم، ولی اسلحه بهشون میدن. ترکیه بیچاره بدبخت هم این وسط گیر کرده، هی بهش میگن بابا ما را میدیم که شما بیای یه عضوی از اتحادیه اروپا باشی، ولی بعد این فجایع رو انجام بدی تا قبول کنیم. هر دفعه اینا یه مقدار کار انجام میدن که مثلا بگم خیلی خوب حالا ما قبول میکنیم که شما بیایید و جزء اتحادیه اروپا بشی، یه بامبولی در میارن میگن نه نه جدالا از نو. بعد اینا هم که دیدن اینطوریه افتادن به جون کردا، حالا هر چی کرد هست، هر کسی که تو اونجا داره زندگی میکنه دارن اونا رو میکشن، بعدم تازه حمله کردن به یه مملکت دیگه. چطور امکان داره شما ترکیه حمله کنه به عراق و در عراق یه کرد رو بکشه؟ چی داره میشه؟ گول این حرفا رو نخورید. حق بشر، حقوق بشر، کدوم بشر؟ مگه اون بچه که تو اون ساحل فوت کرد جز ما نبود؟ مادرش مگه جز ما نبود؟ برادر خواهرش مگه جز ما نبودن؟ اینا مگه بشر نبودن؟ ای بی انصافا، چطور امکان داره شب تا صبح بتونید بگیرید بخوابید؟ و اون آقایی هم که رئیس اتحادیه اروپا هست، من باید پیدا کنم اسمشو، پیدا کنم این چیزشو، پیدا کنم سخنرانیشو، انشالله هفته آینده بتونم این کار رو بکنم که ببینید با کمال بی‌آبرویی و وقاحت چطور داره دروغ داره میگه، چطور داره از دهنش هم در میره آخرش که بله ما احتیاج به کارگر داریم. خب اگه احتیاج به کارگر دارید چرا پدر صاحب اینا رو دارید میسوزونید اینطوری؟ چرا خونه هاشون رو آتیش زدید؟ چرا اینها رو به این ذلت آوردید، به این ذلت و بیچارگی انداختید که این برای یه لقمه نون، برای یک لیوان آب بگه بله من اگه برم اونجا بهتره؟ بیشترشون هم میخوام برن آلمان. حالا اونهایی که بلدید، اونهایی که میدونید، من البته خب میگم دیگه، به ما زنگ بزنید، شماره ما هست 202-753-99-33. اگر زنگ به ما بزنید ما اینجا میتونیم به شما جواب بدیم و بله میتونیم جواب بدیم. اگه تلفن کردید بلکه صدای شما بتونه پخش بشه، که دوست عزیزی به ما میگفتن مثل که صدا درست پخش نمیشد از این طریق، حالا انشالله اگر زنگ زدید بلکه بتونیم پخش کنیم صدای شما رو. بله بعد این آقا با کمال وقاحت با فوکو کروات اونجا با لپای گلی داره میگه بله ما با یک صدا صحبت میکنیم چون ما اسممون هست اتحادیه اروپا. و دیگه نمیگه که این آقایی که مال مجارستان هست یا هانگری بهش میگن این چه غلطی بوده این آقا کرده، چه اجازه داره یه پلیس دست روی مسلمان اونطوری بلند کنه؟ چی شده برای شماها؟ اونا غیرت ندارن، شما چی؟ غیرت ما کجا رفته؟ هر کسی رو یه جوری سرشو شلوغ کردن، سر مشغول کردن، اصلا هیچ کس دیگه نمیدونه که کجا درسته، کجا غلطه، کدوم حرف
صحیحه، کدوم حرف صحیح نیست، حق کجاست، ناحق کجاست. اینقدر قاطی کردن و بدون اینکه اصلا بتونن فکر کنن برای خودشون، همه دارن عکس العمل ایجاد میکنن. مردم مسلمان دنیا در حال عکس العمل هستن، نه در حال عمل. و حال اینکه دشمنان اسلام تمام این نقشه ها رو از قبل ریختن و دارن اجرا میکنن. حالا مال چند سال پیش باشه، چند سال پیش نباشه، این مال 10 سال، 20 سال، 30 سال پیش، اینا قشنگ قدم به قدم، قدم به قدم، قدم به قدم اومدن جلو. مردم نادان ما تو تله افتادن. تنها راهی که ملت های مسلمون میتونن مقابله بکنن با تمام این اتفاقات، همون راهی هستش که در ایران انجام شده. حالا در ایران هم 34 سال پیش انجام شده، حالا دارن فاتحه شو میخونن با این افرادی که اومدن و با استکبار جهانی دارن کنار میان. یه دم میگن بله برای ما خوبه، یه دم میگن برای ما بده، میگن بله یه زمانی ما بدون نم پاسپورت همه جا میرفتیم، بله نوکری میکردید و همه جا میرفتید، حالا میخواید آقا بشید؟ ولی راحت نمیده، اینجا یه آقا داره، آقای دوم نمیخواد. چرا باید؟ چرا باید؟ یادتون بره برادر عزیز ما گفتن که یه کسی در ایران اومده گفته ما فراموش میکنیم هرچی در گذشته، هرچی اتفاق افتاد آخه یه شعری هم بود میگه گذشته ها گذشته، نه فلان فلان چی گذشته ها گذشته، بله گذشته، ولی من نباید فراموش کنم که این همون حق بازی بود که کلاه منو برداشت و در رفت. میبینی از دور داره میاد، اون موقع حواست پرت بود، حالا دو دستی کلاتو محکم بگیر که این کلاتو نبره. نه تنها اون، اصلا اجازه نبدی که انقدر نزدیک بشه که بتونه اصلا دستشو دراز کنه به طرف شما. اروپایی ها قابل اعتماد نیستند، چه فرانسهش باشه، چه انگلیسش باشه، چه ایتالیاش باشه، چه آلمانش باشه، همه اینها از یک بافت اتاقه هستند. یک گروهی بودن که سالهای سال در ظلمت زندگی میکردن، حمله به همدیگه میکردن، تاراج میکردن، میسوزوندن هرچی بود، بعد این یکی قدرت میگرفت میرفت اون یکی رو میسوزون. اینا همونان، اینها همون بازماندگان اون قوم وحشی بی تمدن بی رفتار هستن اینا. حالا یه سرصورتون شما عکس های عکس که نبوده اون زمان، فکر میکنم بوده بعد که در اروپا اینها اصلا نظافت نمیفهمیدن چی هست، خودشونو که نمیشستن، حمام که نمیکردن. بعد در تمام این چیزهای گذشتم که یه بشکه بوده از دخورت تو یه مقدار آب ریخته بودن، بعد یکی با اکراه با لباس میشست توش و بلند میشد که من خودم رو شستم. و حالی که در اون زمان در ایران آب جاری داشتیم، آبی داشتیم که همه گرم بود همه سرد بود، جاهایی داشتیم به نام خزانه میگفتن اینها رو، مال سالهای سال پیشه، آب اینجا رو میجوشوندن شب صبح که میشد که مردم بیان، هر کی توش تو این آب اگر چرکی بود کثافتی بود جوشیده بود، آب جوش بود که نفر بعدی میومد خنک شده بود میرفت توش خودشو بشوره. مردم ما پاکیزه بودن، مردم شمال ما در کنار دریا میرفتن استحمام میکردن، رودخونه هایی که داشتیم. اروپایی هیچ کدوم این کارا رو بلد نبودن، مخصوصا این فرانسوی ها که اصلا تو قصراشون یا در مراکز زندگیشون توالت نداشتن اصلا، یه کاسه بوده اونجا میذاشتن زیر خودشون، بعد برای اینکه خودشون رو پاک کنن با کاغذ پاک میکردن، با آب نمیشستن خودشون رو که پاک میشن، برای اینکه بوی گند کثافت بدن خودشون رو روش یک لایه بکشن عطر میزدن به خودشون، عطر با بوی کثیف بدنشون قاطی میشد، معلوم نیست که چه بویی میدادن اینا.
بله مسلمان در روز اقلا 5 بار دست و صورت خودشو میشوره، اقلا. بعضی از مسلمان ها پاهاشون هم میشورن. بعد اومدن اینا به این یکی میگن شما ممالک غیر متمدن هستید، Uncivilized Nations، با کمال وقاحت این حرف رو میزنن که شما اصلا چیز ندارید، تمدن ندارید، و اگر تمدن ندارید پس ما میتونیم هر کاری کردیم، هر بلایی به سر شما آوردیم بیاریم. بعد در ضمن این معدنی که زیر پای شما هست این مال ماست، ما میاییم و ورد میاریم میبریم، اگر دلمون خواست یه چیزی به شما میدیم، اگر هم نخواست ولش. و این رفتار این افراد هست. بله صحیح، ببخشید. بله من سعی دارم میکنم یه سایت دیگه ببرم، نمیشه، نمیخواد بره. اوه بلکه درست شد. بله به هر حال، بله هفته گذشته بوده مثل این که آقای عراقچی ایشون مثل این که اومدن در یک جایی و یک ویدیوی ما داریم از ایشون. سرخون ببینیم میتونیم این رو گوش بکنیم، صداشو فقط گوش کنید و ما ممکنی روش صحبت بکنیم. این بیاد بالا و اینو بتونیم با شما. بله اینطور نمیشه. لحظات جنجالی بررسی برجام. حالا برجام هم نمیدونی فرجام برجام این چیه، اینو دارم می‌نویسم. برجام معنیش چیه آخرش هم ما نفهمیدیم. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، در ششمین نشست کمیسیون ویژه بررسی برجام با حضور نمایندگان منتخب مجلس و معاونان وزارت خارجه گفتگوی سید عباس عراقچی و ابراهیم کارخانه‌ای درباره سرنوشت تأسیسات آب سنگی گراج به مهاجه کشید. در این بخش از گفتگوها ابراهیم کارخانه‌ای نسبت به تعهد ایران درباره سرنوشت تأسیسات عراق انتقاد کرد و از عراقچی خواست صراحتاً در این باره توضیح دهد. کارخانه‌ای افزود قرار بود برای هر سوال 5 دقیقه پاسخ داده شود، اما اکنون به طور میانگین برای هر سوال 11 دقیقه وقت صرف شده. خب بله دیگه، این یکی از حقه های قدیمیه که وقتی که کسی به شما زنگ میزنه یا از شما سوالی میکنه یا شما از اون شخص سوال میکنی و این فکر میکنه که خب 20 دقیقه بیشتر وقت نیست و زمین و زمان به هم دیگه میپیچه میدوزه، همه چیزو از این ور از اون ور به هم دیگه وصل میکنه، وقت شما رو میبره و بعد که تموم شد میگه خب آقا یه وقت تموم شد دیگه سوال نمیشه. اینا قبلا گفتن اینا نماینده های مجلس هستن، اینها نماینده های ملت ایران هستن در مجلس شورای ملی. این آقای عراقچی جزء سیستم آقای روحانی هستن، اینا کابینه آقای روحانی هستن، اینا 4 سال انتخاب شدن، اگر کار درست انجام بدن 4 سال دیگه انتخاب میشن، بعد از اون معلوم نیست کجا میرن اینا. ولی ملت ایران جایی نمیخوان برن، این نماینده های مجلس هم نماینده این ملت هستن که دارن سوال میکنن. اینها هستن که میگن آقا جون من از شما که سوال میکنم 5 دقیقه به من جواب بده، بعد حالا داره میگه این عوض 5 دقیقه کردنش 11 دقیقه و این چه چیزی خواهد بود. بله عراقچی در واکنش به این اعتراض گفت آقای کارخانه‌ای 8 سوال طرح کردن و طبق محاسبات خود
ایشان من میتوانم 40 دقیقه به ایشان پاسخ بدم. خب این بنده خدا 5 تا سوال کرده ها، این بدم 8 تا سوال کرده، 8 5 تا میشه 40 تا. روی یکی از سوال ها ایشون 11 دقیقه صحبت کرده که بقیهش دیگه ولش، یعنی چطوری شده 8 دقیقه، 5 دقیقه برای 8 تا سوال، 8 تا سوال 5 دقیقه میشه 40 دقیقه. خب شما هر سوالو 5 دقیقه باید صحبت کنی بگی دیگه، چرا 11 دقیقه حرف زدی همینطوری علکی جواب این آقا رو ندادی؟ اینا ویدیوش هم هست، اونایی که دوست دارید میتونید برید پیدا کنید ببینید. بله ببخشید، عضو ارشد گروه مذاکره کننده ایران با پنج وزاره در ادامه به تشریح موضوع مورد سوال پرداخت و تصریح کرد که باید به آسیب هایی که به علت تحریم به اقتصاد کشور وارد می شود توجه کرد و کاهش سهم ایران از بازار نفت را از نمونه های این آسیب ها عنوان کرد. خیلی خوب، حالا یک صحبتی بودش که میگفتن از فلان چیز به فلان چیز چه ربطی داره، این آقای عراقچی با کمال قیافش هم نگاه بکنید آدم چیزی هست، یعنی آدم همچی چیزی که تو که اونور نشستی کی هستی که چی بگی، کی هستی که چی نگی، به ما داری صحبت میکنی، از من داری سوال میکنی، از کی هستی که سوال داری میکنی. و ایشون برگشته میگه بله تحریم های نفت به ما چیز کرده، به ما صدمه زده. خب بله درسته صدمه زده، منتها در تمام این مدت صدمه اقتصاد ایران پیشرفت کرده تا شما پیداتون شد، و نه تنها اقتصاد ایران پیشرفت کرده بلکه صنایع غیر نفتیشون هم پیشرفت کرده، بعضی از تولیدات صادراتیشون خیلی پیشرفت کرده، خیلی چیزاشون پیشرفت کرده. خب این چیه اومده گفته این حرفا رو؟ بعد در حال حاضر البته خب میدونید از موقعی که عربستان قیمت نفت رو آورد پایین، یه طرف آورد پایین، نفت بود مثلا 90 دلار بشکه، یکی تک 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 آوردش پایین به 30 دلار، برای 30 دلار رفته یه ذره بالاتر، بین 30 تا 40 داره بالا پایین میاد. خب اینو برای چی کردن این کارا رو؟ عربستان مگه بدون اجازه ارباب خودش میتونه نفس بکشه؟ اینها اومدن گفتن خیلی خوب، بزرگترین کشوری که بزرگترین صادرکننده نفت است روسیه است، و ذخایری که روسیه داره در سیبیریه، در زیر اون قطب شمال و جاهای دیگه خیلی زیاد هست، طرف های آلاسکا اون ورا همه پر از نفته، اینا همشون اونجا سهم دارن. اینا اومدن قیمت نفت رو اومدن پایین که صدمه جبران ناپذیری به اقتصاد بعضی از مملکت ها بزنن و این ادامه خواهد داشت تا اینکه ارباب دردش بیاد. ارباب که دردش اومد اون موقع است که بعد همه چیز برمیگرده باز دوباره به حالت قبلیش. بله اینجا نوشته که بله سهم ایران از بازار نفت رو از نمونه های آسیب های عنوان شده باشه. بله ایران در بازارهای جهان 1,500,000 بشکه یا 2,000,000 بشکه در روز اینها میتونستن سهم بازار داشته باشن. حالا انقدر نفت وجود داره که کسی اصلا این نفت رو نمیخواد بخره، و سیاست ایران البته میگم ما اطلاعاتمون انقدر نیستش که واقعا بتونیم بگیم که بله اینطور بشه اونطور بشه، ولی نفت هر چقدر توی زمین باشه قیمتش بالاتر میره. اونهایی که نفتشون تموم بشه اون موقع باید بیان و شروع کنن به نفت خریدن، و در حال حاضر
اون صادرات نفت و تولیدات نفتی که در عربستان داره میشه ذخیره اولیه نیست، ذخیره های دوم سوم هستش که دارن با تزریق گاز یا تزریق بخار دارن شل میکنن بعضی از این چیزها رو که فرآورده های نفتیشون بیاد بیرون. اینه که ارزونش هم کردن که مردم بخرن، چون دیگه اون چیز نداره، اون ماهیت و اون نمونه اولیشو نداره. نفت هر چقدر تو زمین بمونه برای نسل آینده سرمایه هست و این میتونه پشتیبان و پشتوانه مملکت باشه که اینا دارن. و در ضمن تولید داخلی، ما یک زمانی 35 میلیون جمعیت داشتیم، حالا 75 80 میلیون جمعیت داریم. یک زمانی من باب مثال 1 میلیون ماشین داشتیم در ایران، حالا 10 میلیون ماشین داریم. خب اینا بنزینش، سوخت و سوزش، روغنش، تعمیرش، اونش باید از تولید بشه. خب اینو خودمون تولید میکنیم برای خودمون، از کسی نمیخریم. و صنایع نفت ما جوابگوی مصرف داخلی هست، چیزهای دیگه درست میکنیم، پتروشیمی میذاریم، کود شیمیایی درست میکنیم، به مردم میفروشیم، از همین صنایع نفته. یا بقیه چیزهای پلاستیک هستم، چیزهای دیگه هستش که میشه تولید کرد از صنعت نفت و اینها رو صادر میکنیم. نفت ما هرچی تو زمین بمونه اونقدر قیمتش هم بیشتر خواهد رفت. نه این آقای عراقچی با غرض داره این حرفا رو میزنه. وی با اشاره به آرمانهای انقلاب گفت یکی از اهداف انقلاب عزت کشور بود و باید ببینیم با این توافق عزت ما تأمین شده یا نه. افکارس نه هی گفتن دلابش رو این طرف برادی که آقا این چه حرفیه داری میزنی، گفتن چقدر دلابش هم، بازم دلابش رو، باز چقدر بابا دیگه مردم صداشو در میاد دیگه، بس اینقدر با دلاب شدی. کدوم عزت؟ عزت شما موقعی که آقای خود باشی، نه نوکر بقیه. هر کسی که نوکری کرد آخرش با خفت و خاری از بین رفت. ملت ما ملت آزاده هستن، ملتی هستن که افتخار میکنن آقای خود باشن، افتخار میکنن که رو پای خودشون بایستن. به همین علت هم هست که تا حالا دشمنان اسلام نتونستن در ایران رکود اقتصادی ایجاد بکنن، همونطور که یکی در اروپا شده، در یونان شده، در اسپانیا شده، در ایتالیا شده. چرا این رکود اقتصادی در ایران انجام نمیشه؟ برای اینکه اقتصاد ایران مجزا از اقتصاد چیزی دیگه هست، وصل نیست به همه جا، که وقتی که اینا یک سمبی رو تو سیستم کردن همه مبتلا بشن، ما جدا از اون هستیم. و این آقای عراقچی یه حرفی دیگه داره میزنه اینجا. دانشمندان خود را که قبول دارید، ایشون سوال میکنه، نمیشود که یکی که یک زمان آنها را قبول داشته باشید اما در زمانهای دیگه بگیم آنها چیزی سرشان نمیشه. این داره راجع به آقای صالحی صحبت میکنه، فکر میکنه نمیشد. چطور آب سنگین یک زمانی خط قرمز عنوان میشد اما اینجا که میرسد میگوین چرا تبدیل به آب سرد بود نکردید؟ خب حالا زاکانی رئیس جلسه در تلاش برای آرام کردن فضا از نمایندگان خواست موضوعات خارج از دستور جلسه را مطرح نکنند و گفت چون بحث فنی است بگذاریم برای زمانی که آقای دکتر صالحی می آید. خب حالا این رو همینجا نگه دارید، این ویدیو رو نگاه بکنید خیلی جالبه. یعنی انقدر به شما راجع به این مردمی که دارن خدمت میکنن، اون مردمی که دارن از طریق دولت دارن خدمت میکنن، از طریق مجلس شورا دارن خدمت میکنن، این خیلی دیدنی هست، بیش از حد دیدنی هست، میتونید پیدا بکنید و ببینید. بله
در تمام این مدتی که صحبت میشد، دو سال بود یا هر چقدر سال بود قبل از اینکه بیان با شیپور و تبل و این حرفا بگن بله ما سه تا گل خوردیم و دو تا گل زدیم فلان برد برد شدیم از این حرفا، درخواست غرب این بود: یک، ایران ذخایر خیلی زیاد نفت داره، شما رو چه به نیروی اتمی، این حرفا به شما مربوط نمیشه، چه نیروی اتمی میخواین، اینقدر نفت دارید، اینقدر گاز دارید. ما در تمام این مدت یک جمله از دهن آقای روحانی، آقای ظریف یا همین آقای عراقچی و بقیهشون نشنیدیم که به غرب بگن آقا جان ما میخواییم از این چیزها سر در بیاریم، بمبشو نمیخواییم، بقیهشو میخواییم، بقیهشو میخواییم ببینیم چطوری انجام میشه، چه کار میکنه، چه کار نمیکنه. مثل اینه که به شما میگه آقا ایران میتونه بهترین رو رو بسازه ولی هیچ وقت طرف هواپیما نرید، اون به شما مربوط نمیشه. چرا؟ در صنعت هواپیما کلی صنایع دیگه هستش که وصل میشه به یک ساختنی هواپیما. رو رو اک دوتا بربرنگ میخواد، یه دونه تخته میخواد، یه چیزی هم بهش وصل میشه، پا بزن و برو، پا بزن و برو، پا بزن و برو، میشه رو رو اک. مردم ما میخوان علم جدید یاد بگیرن، نانو تکنولوژی میخوان یاد بگیرن، بیولوژی میخوان یاد بگیرن، بیولوژی میخوان یاد بگیرن، یا بیولوژی بیولوژی. بعد اینا دارن میگن که نه، حالا اومدن گفتن که خیلی خوب ما با شما صحبت میکنیم، ما با شما صحبت میکنیم که ببخشید ما با شما صحبت میکنیم ولی شما باید به ما نشون بدید که جدی دارید با ما حرف میزنید. ایرانی هم گفتن بله ما جدی داریم صحبت میکنیم. خیلی خوب اگه جدی داری حرف میزنی قبل از اینکه ما چیزی بدیم به شما اول باید این کارو بکنی، بعد باید اون کارو بکنی، بعد باید این کارو بکنی، بعد باید اون کارو بکنی. جزمون چه از کارهایی که گفته بودن باید اول بکنید، اون قسمت اصلی تولید برق عراق که با آب سنگین کار میکرد گفتن اینو شما باید خونساش بکنید. خب حالا یه لیوان آب که نیستش بگی یه ذره ماست توش میریزم خونسا میشه، میشه دوغ. به نظر ساده میاد، خب من هیچ چیزی سرم نمیشه، خب خیلی خب مانعی نداره، اینو با ما درشو میبندی تا تکلیفمون روشن بشه. نه نه، درشو نمیتونی بندی، باید برداری اینو از اینجا بذاری اون ور. بازم من خب ممکنه حالیم نشه، میام خیلی خوب ور میذاریم اون ور. آب سنگین هم نیروگاهی هستش که احتیاج به غنی‌سازی نداره. شما اورانیومی که دارید و فلانی هم میریزید، میریزید یه جایی این سوخت رو انجام میده و تبدیل میشه به نیروی برق و اون چیزی که ازش میمونه یه چیزی هستش که امکاناً ازش چیزای بد بشه درست کرد. و ایران هم گفته بود بابا ما اینو میسوزونیم، هرچی از رو در اومد میدیم شما ببرید، ما نمیخوایم اینو نگه داریم. این گفتن نمیشه، ما به شما اعتماد نداریم این کار رو بکنید، بنابراین باید اینو ورداری بذاریم اون بر. خب اینو ورداشتن گذاشتن اون بر، اینو ورداشتن گذاشتن این بر، اینو ورداشتن گذاشتن اون بر. یعنی چی؟ چارچنگولی گذاشتن شما رو، حالا جز قبول کردن خفت و خاری چیزی دیگه نداری. این چی داره میگه اینجا؟ عزت ملی و حرفا، عزت کشور بود و باید ببینیم با این تمام عزت ما تأمین شده است یا نه. نه، چرا قبل از اینکه همه این چیزها تموم بشه ورداشتی اینو بردی گذاشتی اونجا؟ چرا اونو ورداشتی گذاشتی اونجا؟ چرا هرچی داشتی فسیل کردی؟ چرا 20% تو از بین بردی؟ یا گفتی بردیم یا گفتی نبردیم. اگه گفتی بردیم
حالا میگی نبردیم، بس دروغ گفتی اولی شو. بعد آقای صالحی هم در یکی صحبتی که میکردن چند هفته پیش بود، یکی سوال کرد گفت آقای صالحی برفرض ما نخواستیم این چیزو قبول بکنیم، این قرارداد یا توافق یا هرچی هست نخواستیم، این نیروگاه آب سنگین عراق باز دوباره میتونه کار بکنه؟ ایشون جواب داد نه. گفت چطور مگه؟ ایشون هم گفتن خب ما اینو برداشتیم بردیم یه جایی. گفت خب ورش دارید بعد بذارید سر جاش باز دوباره. گفت نمیشه. یعنی هنوز هیچی نشده، شما همه کارا رو انجام دادی، هیچ چیز دیگه نداری، تسلیم شدی، کجا عزت داره؟ وقتی تسلیم شدی کجاش عزت داره؟ و تمام گفتار سر این بود که تمام پولهایی که مال ماست مسدود کردید و فلان، اول میگفتن 200 میلیارد دلار، این دروغ میگفتن، خیلی بیشتره. آخرش خود بانک مرکزی خودمون گفت 5 میلیارد دلاره. برای 5 میلیارد دلار اینقدر دادی؟ این شد خوب؟ این شد عزت ملت ما؟ ملت ما عزت داره. در تمام این 30 خورده ای سال اینقدر سعی کردن نتونستن عزت مردم ما رو از بین ببرن. شما اومدی 4 تا نفر مطلع یا غیر مطلع وابسته به جاهایی در رأستون آقای روحانی و جزو گروه جام زهر به دست اومدید که ملت ما رو باز دوباره یک بار دیگه سعی کنید که بکوبید زمین، ولی ملت ما به این سادگی ها دست بردار نخواهند بود. هنوز حرف اول اینا تموم نشده، حرف دومش حقوق بشره. بله ما شنیدیم در مملکت شما زندان دارید. خب ما بله داریم، مگه شما ندارید؟ زندانی که در آمریکا هست بزرگترین زندانهای دنیا است. تعداد افرادی که تو این زندان ها هستن برید ببینید خیلی بیشتره. بله تازه شروع کردن، هنوز هیچی نشده که بله حالا باید این کارو بکنید، بعدم اون کارو بکنید، بعدم اون کارو بکنید. بعد چیزش هم شروع کردن که بله این قرارداد یا این توافق اینقدر مهم هست که ما امکانا جایزه صلح به آقای ظریف و به آقای کری بدیم. من جای آقای ظریف باشم از حالا میگم این جایزه صلحتون رو بذارید در کوزه و آبش هم بخورید. ملت ما به دستمال اینطوری احتیاجی نداره. ما میدونیم که شما چی هستید. بله بعدم بله ایشون میگه بله اینطوری خط قرمز مزاحمه در زمانی که دکتر صالحی میآید. عراق چی ادامه داد؟ آمریکایی ها میگویند آب سنگین، برجام میگوید آب سنگین، اما این دوستان میگویند آب سنگین نیست. این حق، این جفا در حق مردم است. ما یکی آب سنگین، آب نسنگین. حتی اینا طوری حرف دارن میزنن که انسان یه مقدار گیج میکنن. یه تمام صحبت سر گیج کردنه و تا حواست پرت شد که دستتون بخونن تو جیبتون و هر چی دارید برداره بره. عراقچی ادامه داد آمریکایی ها میگویند آب سنگین، برجام میگوید آب سنگین، اما این دوستان میگویند آب سنگین نیست. این جفا در حق مردم است. رسایی به خطاب عراقچی گفت آقا ای کاش با طرف مقابل اینطور صحبت میکردید. عراقچی پاسخ داد بدتر از این صحبت کردیم، کاش بودید و میدیدید. زاکانی ادامه داد آقای کارخانه میگوید آب سنگین با یک نسبتی آب سنگین است، الان هزینه برای آن
سنگین شده، اما اکنون آب سبک گذاشته می شود. عراقچی توضیح داد. الله، بله، عراقچی پاسخ داد بدتر از این صحبت کردیم، کاش بودید و میدیدید. و زاکانی هلند داد، عراقچی توضیح داد این یک دعوای سیاسی بوده که عراق آب سنگین نباشد، اما طبق خواسته ایران آب سنگین باقی مانده و این دستاورد بزرگی است. خب اینو ما نمیدونیم، اگر حقیقت داره آب سنگین مونده، آب سنگین این دستاورد بزرگی، اگر باقی مانده و این دستاورد بزرگی، بله. مرسی. یه ویدیویی هم هست اینجا، صداش زیاد خوب نبود، اگر امکان داره ما یه چند دقیقه این هست اینو بذاریم ببینیم بعد که شما بتونید بشنوید صدای اینا رو. بله اجازه بدید این آقای عراقچی، بسم الله. که کش صداش نمیاد. بله صدا نداره، به هر حال صدا نداره ایشون، حالا این چرا صدا نداره دیگه و دیگه به ما مربوط نمیشه. بله ما امیدواریم هر صحبتی شده، هر حرفی گفته شده، هر جایی که شده، راه خودتون رو مسدود نکرده باشید، چون با دشمنی سر و کار دارید که قسم خورده تا شما رو از پای در نیاره راحت نخواهد نشست. حتی تمام این صحبت هم که دارم میکنن اینجور که بابا ما این حرفا رو که زدیم اولا بهترین چیزها رو گرفتیم، هزینه‌ای ندادیم، هیچ چیزم ندادیم هنوز، همه این حرفا اون پولی که 500 میلیون دلار یا 600 میلیون دلار هر چند ماهی بار به این ایرانی ها دادیم، همون پول اولیشونه که ما 30 سال نگه داشتیم، بقیه پولاشون همون دست ماست، پولی رو پس ندادیم. و میگن بله هدف اصلی غرب 5+1 و هدف اصلی قاسبین سرزمین های فلسطین که غرب رو رو انگشتش داره میچرخونه این هست که یک سیستمی که در مقابل ظلم ایستاده اینو از بین ببرن. سوریه رو دارن از بین میبرن برای خاطر اینکه ایران از طریق سوریه ممکنه مثلا اسلحه چیزی به حزب الله بفرسته یا به حماس بفرسته یا به افرادی که در غزه زندگی میکنن. نمیدونیم ما اینها رو، صحبتی اینها دارن میکنن، من هیچ اطلاعی از اینکه کسی به کسی اینو داره اونو گرفته ندارم، ولی خب در اخباری گفتن بله این میگه برای این خاطره، اون میگه برای اون خاطره، این میگه برای این خاطره. و تعجب ما این هستش که چطور امکان داره که بعضی از مردمی که در سرزمین های فلسطین دارن زندگی میکنن و چند وقت پیش هم گفتیم یکی از این بمبای آتشزا انداخته تو خونه یه نفر، یه بچه کوچولو کباب کرده، تموم شد، پوپ 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 تموم شد دیگه، هر روز اینو باید به تب بذارن، بوم 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 بوم، عکس این بچه رو باید بفرستن به همه جا که اینها هستن، این افرادن که این کارها رو دارن میکنن، این افرادن که در فلسطین کسی که اون مملکت مال اوست، اون زمین مال اوست، اون خانه مال اوست، یکی میاد یه بمب میندازه تو خونه، یه بچه تو کباب میکنه جلو چشم همه. حالا خوبه نگفتن خودشون آتیش زدن، بعضی وقتا این حرفا رو میزنن آخه، میگن بله خودشون آتیش زدن و یعنی ما هم چیکاری نمی کنیم، ما
استغفرالله. بله عاقبت این خواهد شد که ای مردم، ای دوستان، افرادی که صدای ما رو میشنوید، بدونید که حق بر باطل پیروز خواهد شد و این پیروزی هر روز داره انجام میشه. اونهایی که میتونید پیدا بکنید این حقیقت رو، شما هم پیروز هستید. پیروزی پیروزی تیکه تیکه هست که داره گیرتون میاد، همه که رو هم ریخته شد، و پیروزی نهایی برای مؤمنین و اونهایی که میدونن در نهایت برد با الله سبحانه و تعالی است، نه با شیطان، و در آخر چیزی جز الله وجود نخواهد داشت و همه چیز از بین خواهد رفت. اون موقع هستش که به هیچ وجه شما ناراحت یا محزون یا احساس بدی نخواهید کرد و فقط تا میتونید در هر جایی که هستید اون چیزی رو که فکر میکنید حقیقت هست و تونستید حقیقت رو پیدا بکنید با مردم در میون میگذارید و بدونید حرف حق به گوش مردم میرسه و مردم حق رو قبول میکنن. وقت ما داره به انتها میرسه انشالله رحمان، و باز فرصتی باشه انشالله میاییم خدمتتون. و تلفن ما باز بود و کسی زنگ نزد این یک ساعت گذشته، انشالله خیر باشه. و تا هفته آینده و ما میتونیم ببخشید تا هفته آینده انشالله کوشش آینا اینجاست باز به ما فرصت بدید بیایید خدمتتون. تا هفته آینده مرحمت عالی زیاد. I'm